سلام دوستان عزیز، امروز میخوایم در مورد یکی از جذابترین و در عین حال ناشناخته ترین موضوعات صحبت کنیم، احضار جن. شاید خیلیاتون از احضار جن شنیده باشید یا حتی بهش فکر کرده باشید، اما امروز میخوایم دقیق تر ببینیم این ماجرا چیه، چطور میشه جن رو احضار کرد و از همه مهمتر چرا باید خیلی مراقب باشیم. جن ها موجودات ماورایی هستن که توی قرآن و فرهنگ های اسلامی خیلی بهشون اشاره شده. شاید خیلی از ما فقط جن ها رو از داستان ها و فیلم ها بشناسیم، ولی باید بدونید که تو قرآن جن ها عنوان موجودات واقعی که از آتش بیدود خلق شدن معرفی شدن. جنها هم مثل ما انسانها میتونن کارهای خوب یا بد انجام بدن و توی دنیای خودشون زندگی کنن. بعضی از جنها مثبت هستن و میتونن به انسان کمک کنن، ولی بعضی از جنهای دیگه شرور و ممکنه باعث دردسر بشن. اینجاست که باید خیلی مراقب باشید. یکی از معروفترین روشها برای احضار جن استفاده از آیات قرآنیه. سوره احقاف و سوره جن دو تا سوره هستن که توشون به جنها اشاره شده. آیه‌های 29 تا 31 سوره احقاف درباره گروهی از جنها صحبت میکنه که به پیامبر اسلام گوش میدادن و به قرآن ایمان آوردن. گفته میشه که این آیات اگه به تعداد مشخص و با نیت درست خونده بشن میتونن باعث احضار جن بشن. اینجا یه نکته مهم هست، وقتی که این آیات رو میخونید حتما باید نیت خالص داشته باشید و فضای مناسبی رو برای این کار آماده کنید. حواستون باشه که احضار جن ممکنه براتون هیجان انگیز باشه، ولی همیشه عواقبش رو در نظر بگیرید. یکی دیگه از روش‌های سنتی احضار جن استفاده از بخورهای مخصوص مثل کندر و سندروس هستش. توی این روش باید یک فضای تاریک و ساکت رو آماده کنید. بخور رو بسوزونید و منتظر بمونید تا جن ظاهر بشه. این روش بیشتر برای احضار جن‌های مثبت و خالص استفاده میشه، چون فضایی رو که ایجاد کردی جن‌ها راحت‌تر میتونن باهاتون ارتباط برقرار کنن. فضای اطرافتون هم مهمه، مثلا باید محیط کاملا ساکت باشه، نور کم باشه و هیچ مزاحمتی وجود نداشته باشه. اینجوری تمرکز بیشتری خواهید داشت و احتمال موفقیتتون بیشتر میشه. یه روش دیگه که به شما کمک میکنه با جنها ارتباط برقرار کنید، مدیتیشن و تمرکز ذهنی هست. این روش بیشتر به تمرکز و فکر کردن درباره جنها بستگی داره. شما توی یک اتاق تاریک و ساکت میشینید، چند دقیقه مدیتیشن میکنید و بعد سوره جن رو میخونید. بعد از مدتی ممکنه حس کنید که جن با شما داره ارتباط برقرار میکنه. این روش ممکنه خیلی عجیب به نظر بیاد، ولی تمرکز و آرامش تو این روش خیلی مهمه. شما باید ذهنتون رو خالی کنید و با جنها در ذهنتون ارتباط بگیرید. اگه واقعا موفق بشید شاید حتی صدای ذهنی جن رو هم بشنوید. بعضی افراد برای احضار جن از دعاها و اوراد خاصی استفاده می کنن. این اوراد معمولا از کتابهای قدیمی یا عرفانی به دست میاد و برای احضار جنهای خاصی استفاده میشه. روشها به شدت توصیه نمیشه، چون ممکنه جنهای منفی یا خطرناک رو احضار کنید. جن زدگی یکی از بزرگترین خطرات احضار جن. وقتی جن وارد بدن شما بشه یا بخواد روی شما کنترل داشته باشه، ممکنه رفتارهای عجیبی از شما سر بزنه که حتی خودتون هم درکش نکنید. به همین دلیل احضار جن با خطرات زیادی همراهه و باید خیلی مراقب باشید. احضار جن میتونه باعث ایجاد مشکلات روانی مثل اضطراب، توهم و حتی افسردگی بشه. بعضی افراد بعد از احضار جن دچار کابوس‌های ترسناک و حتی وسواس میشن که باعث میشه زندگی عادیشون تحت تاثیر قرار بگیره. به همین دلیل همیشه باید قبل از انجام این کار عواقبش رو در نظر بگیرید. خب دوستان، همونطور که دیدید احضار جن شاید در نگاه اول جذاب به نظر بیاد، ولی خطرات زیادی داره. شما هیچ وقت نمیدونید که چه موجودی رو احضار میکنید و ممکنه چیزی رو که به دنبالش هستید نتیجه کاملا متفاوتی داشته باشه.
مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه. نظراتتون رو برام بنویسید چون دوستشون دارم و کانال رو هم سابسکرایب کنید. اگر هم تجربه ماورایی دارید لطفاً توی کامنت ها برام بنویسید. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید و یادتون نره که همیشه با دنیای ماورایی با احتیاط برخورد کنید.